بسم الله الرحمن الرحیم سلام شاگردان نازنین امیدوارم که حال همگی تان خوب باشد. امروز با هم درس خازنها را شروع می‌کنیم بیان که با همدیگه خازن را بخوانیم. هر خازن متشکل از دو هادی میباشد که توسط یک آیق از همدیگر جدا شده میباشد خازن میتواند یک اندازه چارچ زخیره ذخیره نماید و در وقت ضرورت آن را به سرکت بدهد ببینین ما برای شما دو عکس آوردیم که خازنها را برای شما واضح ساختم برای خازنها ببینین ما دو لوحه فلزی داریم که در این های فلزی شما میتانید زمانی که به منبع که باتری باشد وصل کنیم چارچ ها شروع به حرکت میکنن از نقطه مثبت یا از پایانه مثبت حرکت میکنن به یک لوحه فلزی ما میرسن بین هر دو لوحه فلزی یک آیق قرار داره که میتونه خلا باشه و یا میتونه که موادی از جنس پارافین یا شیشه باشه. این الکترون ها و پروتون ها از لوحه اول به لوحه دوم تغییر مکان می کنند به لوحه دوم می رسند زمانی که از این لوحه دوم خارج می شن, از طریق این سیم ها حرکت می کنند پس دوباره به سمت قطب منفی میرسند. و در اینجا نمونه های دیگری از خازن ها وجود دارد ببینین بر روی هر کدام از این نمونه ها یک مقدار نوشته شده به این شکل نگاه کنین ده در این قسمت یک هزار در این قسمت 500 151 و 7 و و این مقادیر برای ما ظرفیت ذخیره کردن چارچ را در هر خازن نشان میدن شاید شما زمانی که به این شکل ها نگاه میکنین فکر کنین که خیلی شباهتی با بطری دارن درست است ولی ببینین که در این قسمت ها ما همین لوحه های فلزی را داریم که خازن ها دو قسمت اضافه دارن از بتری فرق میشن و همچنان یک فرق دیگری که خازن همراه بتری دارن اینه که بتری میتونه انرژی را در خود ذخیره کنه و ما ممکنه در زمان طولانی تری از بتری استفاده کنیم اما زمانی که این خازن ها را ما در یک مدار استفاده میکنیم میتونه انرژی را در خودش ذخیره کنه اما به سریع ترین زمان ممکن انرژی را از خود خارج می کنند. از این خازن ها در چه وسیله های استفاده می در تمام وسایل برقی و یکی از کاربورت هاییه که این خازن ها می اگر در تلویزیون استفاده می نور اضافی یا اگر شدت نور بسیار زیاد باشند را این خازن ها میتونند کنترل کنند پس ما با شکل های خازن ها و همچنان موارد استفاده خازن ها آشنا شدیم و گفتیم که هر خازن از خود یک ظرفیتی داره که میتونه مقدار چارج را در خودش ذخیره کنه بیایم برای ظرفیت خازن ها یک رابطه به وجود بیاریم ما گفتیم که خازن از دو لوحه ساخته شده حالا ما این لوحه ها را چه به صورت مستطیل و یا چه به صورت دایره ما اینها را در نظر میگیریم در این قسمت ما میفهمیم که چارچی که وجود داره چیه مثبت کیوه و در قسمت دیگر ما یک لوحه دیگر داریم که دارای چارچه منفی کیوه و شما میدانیم چارچ از لوحه مثبت خارج میشن به لوحه منفی پس ما میتونیم مسیر حرکت را به این قسمت بکشیم کاملا مثل دو قطبی ها ما شکل را میکشیم چارچ از قسمت مثبت وارد قسمت منفی میشن خب چارچی که ما گفتیم کیه؟ و همچنان بین هر دو لو هم یک تفاوت پتانسیل به وجود می تفاوت پتانسیل در خازن ها متناسب است با مقدار چارچی که وارد میشه پس من نوشته می کنم که تفاوت پتانسیل متناسب است با مقدار کیو یا با مقدار چارچ از خاطر اینکه ما دو طرف مساوات را یا دو طرف تناسب را با هم برابر قرار بدیم شما فکر کنین ما دو کفه ترازو داریم ما در یک کفه جنس خود را گذاشتیم و در کفه دیگر قرار است که مقادیر وزنه ها را اضافه کنیم. پس بیاین به خاطر اینکه اینها با هم رابطه برقرار شوه یک ثابت اضافه کنیم. من نوشته می کیو مساوی است با سی ضرب وی. من یک ثابتی را یا یک سنگ یا وزنه ای را در این طرف مساوات قرار دادم. میگیم مقدار چارچ برابر است ضرب ثابت ضرب چی میشه؟ تفاوت پتانسیل. ما این ثابتی که در این رابطه وضع کردیم را نامش را میذاریم ظرفیت یعنی هر خازن یک ظرفیتی داره که در تفاوت پتانسیل اگر ضرب شوه برای ما مقدار چارج را میده کیو مساوی است با سی ضرب وی اما اگر بخوایم این ظرفیت را به صورت جداگانه بکشیم باید در ای رابطه خود کمی تغییرات بیاریم C مساوی است با Q ضرب V ظرفیت برابر است با مقدار چارج بر روی تفاوت پتانسیل ببینیم که چه واحد اندازگیری متناسب با ظرفیت ما می باشند. مقدار کیور ما داریم کلمب واحد اندازهگیریش میشه کلمب و برای تفاوت پتانسیل واحد اندازهگیری که ما در نظر میگیریم میشه ولت کولمب بر ولت برابر است با یک فاراد فاراد به نام دانشمندی که ظرفیت را برای ما شناسایی کرد مایکل فارادی واحد اندازهگیری ظرفیت شده یک فاراد یک فاراد برای ما یک مقدار بسیار بزرگه که یک فاراد می توانم مقادیر کوچکتری از خود هم داشته باشه ممکنه که ما میکرو فاراد داشته باشیم که برای میکرو فاراد میگیم ده به توان منفی شش نانو فاراد داشته باشیم میشه ده به توان منفی نو و همچنان پیکو فاراد داشته باشیم که میشه ده به توان منفی دوازده اینا مقادیری هستند که از بسیار خوردتر هستند. حالی که ما رابطه را پیدا کردیم بیان که ما همدیگر یک مثال حل کنیم در رابطه با ظرفیت خازن اگر مقدار چارچی که در یک مدار وجود داره به اندازه دو میکرو کولمب باشد و تفاوت پتانسیل هم باشد 10 ولت برای ما گفته شما پیدا کنیم که این خازن مورد نظر چقدر ظرفیت داره پس سی را باید پیدا کنیم رابطه ای که برای سی یا ظرفیت داریم سی مساوی است با مقدار کیوه بر وی پس سی مساوی است با مقدار کیو را داریم دو میکرو کولم. ما برای اینکه به کلم تبدیل کنیم میشه دو ضرب ده به توان منفی شش کلم. و مقدار ویرم داریم ده ولت خب دو که در جای خودش میمانه ضربه ده به توان منفی شش و اینجا ما ده داریم اگر بالا بیاید میشه ده به توان منفی یک ده به توان منفی شش و ده به توان منفی یک میشه ده به توان منفی هفت واحد اندازهگیری هم دو هست کلم بر ولت که ما میدانیم که برای ظرفیت ما گفتیم فاراده پس مقدار ظرفیت خازن را پیدا کردیم دو ضرب ده به توان منفی هفت فاراد. این بود از درس امروز ما. تا جلسه بعدی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم.